به نام خداوند یکتا مهربان. سلام مسئولین عزیز، خدا کنه که همه تان دارای صحت کامل بوده باشی. مسئولین عزیز، امروز ما شما درس 24 محاسبه مالی خود را پیش میبریم. در درس 24 محاسبه مالی ما نفع و ضرر را، چون در درس 23 ما ایره یاد گرفتیم که در شرکت های به اصطلاح عام بگیم تجارتی فرمت یا اجزای یک نفع و ضرر چی چیزها باید باشه، که ما انشاءالله آموختیم. حالا ما میخواییم که امیر صورت حساب نفع و ضرر در یک شرکت تجارتی که معمولاً فعالیت های خاص خود داشته باشند ایره کار میکنیم. خب در ابتدا ما میاییم امیر فرمت یا بالاخره شکل تی نفع و ضرر در یک شرکت های به اصطلاح تجارتی مورد بررسی خود قرار میدیم. خب قبل از اینکه ما بریم به حل سوال و سوالات خود حل کنیم، ما لیجرها را قبل از قبل برای شما آماده کردیم. انشاءالله از سر از لیجرها ما کار خود ادامه میدیم و یک قدم پیشتر میریم، چون آلما دیگه جورنال انشاءالله ساختنش بلد هستیم. مستقیم معاملی که صورت گرفته ما میتونیم که او را انتقال بدهیم به طرف لیجرها. حالا اینجا ما میبینیم که یکی از شرکت ها یک مثال را در نظر میگیریم و معاملات از زیر چی میکنیم؟ ثبت میکنیم. در مثال آمدن که میگن یکی از دکانداران مندوی کابل به ارزش 80,000 افغانی مال تجاره و به ارزش 100,000 افغانی پول نقد دارد که در جریان یک ماه معاملات زیل صورت گرفته. مفاد و ضرر دکاندار را معلوم کنید. از این همینجا کاروبار شروع شده، ما مستقیم میریم به ثبت معاملات. به خاطر سهولت کار ما امروز مثلا در کنار امتا یک شماره هم زدیم، در حساب پول نقد هم یک شماره، یعنی به خاطر دبیت کردید برای ما سهولت شد. به جای اینکه نام امیل لیجر نوشته کنیم، شمارهش فقط نوشته میکنیم. خب در اینجا میبینیم وقتی که دکاندار امتا هم خریده و 100,000 افغانی هم داره، بناهن ای آدم سرمایه که در دکان داره پس 180,000 افغانی است. یعنی 180,000 افغانی این شخص چی داره؟ سرمایه داره. که از این 180,000 افغانی، از این 80,000 افغانیش جنس است، امتع است، و 100,000 افغانی دیگه چی هستن؟ پول نقد است. که از این همینجا کاروبار دکاندار دیگه چی میشه؟ شروع میشه و یک سلسله معاملات انجام داده. معامله اول، خرید امتی تجارتی به نقد به ارزش 30,000 افغانی که به ارزش 5,000 آن دوباره مسترد کردید. خب حالا وقتی که امتر خریداری کرده به ارزش چند خریداری کرده؟ 30,000. پس 30,000 ما اینجا درج میکنیم. خب این 30,000 امتر از کجا خریده؟ نقد خریده. به جای از اینکه ما حالا دیگه پول نقد نوشته کنیم، شمارهش نوشته کنیم. خب پول نقد 30,000 افغانی را کردیت کرده. پول نقد 30,000 افغانی را کردیت کرده به حساب شماره 3، چون به حساب 3 انتقال داده و شماره 3 از شماره 1 پول گرفتن. و کار دیگه شده، به ارزش 5,000 افغانی آن دوباره مسترد شده. یعنی امتی را که ما خریداری کردیم 5,000ش خوب نبود، دوباره ما چی کردیم؟ مسترد کردیم. وقتی که ما مسترد میکنیم، ما یک لیجر دیگه داشتیم به نام مستردی خرید. ما به ارزش 5,000 رپر مال ما چی کردیم؟ مسترد کردیم. حالا این چی گونه حساب است؟ بعد از رازی صحبت میکنیم. حالا اول ثبتش انجام میدیم، چون 5,000 رپر مال که ما مسترد کردیم پیسش برای ما چی شده؟ پس آمده. پس ما میاییم ایره به کجا انتقال میدیم؟ به شماره 1، چون 5,000 رپر پس دوباره به کمپانی آمد، چون مالش ما پس دوباره چی کردیم؟ مسترد کردیم. و شماره چند بوده؟ شماره 4. خب بعد از این معامله دوم خود میبینیم. در معامله دوم چی صورت گرفتن؟ فروشات مجموعی این شرکت به قرض 250,000 افغانی است که به ارزش 6,000 افغانیان دوباره مسترد گردید. خب اول 250,000 افغانی ما چی کردیم؟ فروشات کردیم. یعنی 250,000 افغانی به کمپانی آمده. از کجا آمده؟ ببینید، ما وقتی که فروش کردیم، برای فروش امتا ما باید لیجر جداگانه داشته باشیم. از خود امتا ما ایره باید به اصطلاح ساده بگیم که کردیت باید نکنیم، چون مفاد باز گم میشه. و این باز ما انشاءالله در درس های بعدی هم برای شما وضاحت میتیم و یا در فصل های بعدی هم شما ایره میخونیم که چرا ما مبلغ فروش از خود امتا کردیت نمی کنیم. خب وقتی که اینجا ما فروش امتا داریم، پس شماره لیجر فروش ما چند است؟ 5. پس 250,000 افغانی را ما در فروشات خود کردیت میکنیم به شماره 1، به لیجر شماره 1،
که به ارزش 4000 آن دوباره مسترد گردید. 4000 ازیر که ما فروخته بودیم دوباره چی شد؟ مسترد شد. چیزی که در اینجا بودن شما فراموش نکنید، گفتن فروش مجموعی این شرکت به قرض است. ببینید وقتی که به قرض باشه ما نمیتونیم که از پول نقد خود کردیت بسازیم، ما نمیتونیم که اینجا کردیتش از پول نقد بگیریم. وقتی که ما به قرض فروختیم طبعا ما یک چیز دیگه داریم به نام طلبات. بناهن طلبات ما باید، چون سر مردم پیسه ما شد. وقتی که سر مردم پیسه ما میشن بنامه چی یاد میکنیم؟ طلبات. پس 250000 از شماره 5. خب و به ارزش چقدرش مسترد گردیده؟ 6000 ازی دوباره مسترد شده. وقتی که 6000 مسترد شده ما یک لجر دیگه داریم بنامه مستردی فروش. خب مستردی فروش ما در کجا هستن؟ ما ببینین لجر برشان نساختیم، مستردی خرید ساختیم، تخفیف فروش ساختیم، مصارف تهیه، پس یک لجر ما نداریم. ما یک لجر برشان عاجل ترتیب میکنیم به نام مستردی فروش. خب وقتی که ما همتر فروختیم به ایمانا که ما مال را که فروختیم او آدم مال ما را خوش نکرده، یک مقدار از او را دوباره برای ما چی کرده؟ مسترد کرد. وقتی که امو اندازه که مسترد کرده به امو اندازه قرض ما سر از او آدم چی میشه؟ کم میشه، چون مستردی ما چند بود؟ 6000 بود. خب اگر ما این لجر یک شماره بانیم، چون شماره 17 ای اگر باشه شماره 18 با این لجر نام میمانیم و شماره 19 را باز نفس را را کار میکنیم. پس 6000 ما انتقال میتیم، از طلبات ما کم میشه به شماره 18 و شماره 18 هم 6000 رو پره از شماره 6 گرفت. میریم به معامله بعدی. در معامله بعدی میگه برای این که پول فروشات خود را دکاندار به نقد به دست بیاورد 18000 افغانی تخفیف فروشات داده. 18000 افغانی برش تخفیف داده که این پیسه خود دکاندار پس نقدن بعد از بیاره. خب حالا ببینین وقتی که ما تخفیف میتیم، یعنی به ایمانا که ما میخواییم که یک مقدار خیر از قرض ما را کمتر بده ما برات پولش هم میبخشیم، پس تخفیف فروشی که ما دادیم چند هستن؟ 18000 هست، چون اینی تخفیف فروش برای کمپانی یک نوع مصرف هست دیگه. پس ای به شماره 6، شماره 6 18000 دیگه هم سرش قرض چی شد؟ کم شد. پس 18000 افغانی دیگه قرض که کم شده به کجا رفته؟ به حساب شماره تخفیف فروشات رفته. خب حالا ما جمع قرض چند داشتیم؟ 250000. ما میخوایم که این جمع جمع منفی کنیم، بازی را پس پاک میکنیم. 250، از 250000 ما چند شب برش بخشیم؟ مسترد شد 6000 مسترد شد، 18000 هم برش بخشیدیم. پس هر دوش اگر ما جمع کنیم 24000. 24000 افغانی باید یادم ما قرض خود برش ببخشیم یا کم کنیم و دیگه مقدار پولش وقتی که ما تخفیف میدیم به ایمانا که باید برای ما پول دیگه نقدن بتن، ما منفی میکنیم 0 0 0، از 6 اینجا مون 4، از 4 که 2 برد 2 و بالاخره 2، یعنی 2250000 بود. 226000 افغانی را برای ما باید یادم چی بتن؟ نقد باید بپردازه. بنان امی مقدار پول ما در نقد خود درج میکنیم. 226000 از کجا آمد برای ما؟ از حساب طلبات یا شماره طلبات ذکر میکنیم. شماره طلبات چند بود؟ 6. خب دوستان متوجه باشین زمانی که ما تخفیف میتیم، تخفیف نقدی میتیم، به خاطر از این تخفیف میتیم که برای ما پول خود نقدن پس دوباره بدن. معامله 4، مصارف تهیه که از جمله مصارف چی بودن؟ مصارف مستقیم ما خوانده بودیمش. مزد کارگران 20000 افغانی ما داشتیم، یک چیزی به نام مصارف تهیه داشتیم. بله ما اینجا مصارف تهیه داریم. مصارف تهیه ما چند است؟ مزدش 20000 است. دیگه ما چی داریم؟ مصارف ترانسپورت داریم 15000. مصارف ترانسپورت در تهیه داریم چند داریم؟ 15000. هر دوی از این میگن چی رقم صورت گرفته؟ به نقد. پس هر دوی از این نقد ما باید چی کنن؟ کردیت کنن. یعنی 2000 رو پره 20000 رو پره
شماره 8 15000 افغانی را شماره 9 به این شکل ماهی را چی میکنیم؟ درج میکنیم. میریم به معامله پنجم. مصارف بخش فروشات خود آل ما در نظر میگیریم. در بخش فروشات برزش 25000. مصارف فروشات ما معاشات داشتیم. برزش چند است؟ 25000. ما 25000 یکی داریم مصارف فروشات که در بخش معاشات کارمندانش. مصارف اشتهارات چند داریم؟ 5000. مصارف اشتهارات چند است؟ 5000. چون در معامله برای ما گفتن که هر دوی از یا باز چی است؟ نقد است. پس هر دوی از این ما از حساب نقدی خود کردیت میکنیم. پس 25000 از شماره 10 و 5000 از شماره 11. خب این حسابم خلاص شد. میاییم شماره 6 خود لجر خود ترتیب میکنیم. در حساب شماره 6 مصارف اداری ما داریم که در مصارف اداری ما معاش کارمندان داشتیم. مصارف اداری معاش کارمندان داریم که مبلغش چند هستن؟ 28000 افغانی. دیگه ما کدوم مصارف داریم؟ مخارج سفر اداری داریم. مخارج سفر اداری که داریم چند است؟ 6000. پس 6000، چون شما قاعده دبیت کردیت آره بلد هستین دیگه. مصارف کرایه و مالیه داریم مبلغ 7000 افغانی. مبلغ 7000. و بالاخره مصارف بیمه و فرسایش ما چند است؟ 8000. اینها همشان از لجر شماره 1 صورت گرفته، یعنی همشان به نقد بودن. خب حالا ما دردش میکنیم. 28000 یکی از شماره چند بوده؟ از شماره 12. 6000 دیگه از لجر شماره 13. 7000 دیگه از لجر شماره 14. و 8000 دیگه از لجر شماره 15. یعنی پول نقد ما کردیت کرد و در اونجا همه از یا چی شدن؟ دبیت کردن. بعد از این اواید فوقلاده به دست آمده، یعنی ما اوایدی که کرده ایم فوقلاده یک چیزی به دست آوردیم به ارزش 8000 افغانی نقدن. پس 8000 افغانی نقدن برای ما چی شده؟ آمده. از کجا آمده؟ از اواید فوقلاده. اواید فوقلاده ما 8000 کردیت کرده به شماره 1 و شماره 1 8000 از شماره چند؟ از شماره، چون لجر شماره 16 است، به شماره 16. بعد از این مخارج فوقلاده داریم که نقدن صورت گرفته. خب آل مخارج فوقلاده که نقدن صورت گرفته، چون پیسش ما نقدن دادیم، برزش 5000 افغانی، ما 5000 به اینجا درج میکنیم چون نقدن از شماره 1 و 5000 به اینجا ما دوباره درج میکنیم. از شماره چند است؟ از شماره 17. خب دوستای عزیز، ما ثبت ابتدایی خود وقتی که ما مصارف و عواید خود خواستیم ثبت کنیم، بناهن ثبت از این تا امی حد می باشه، یعنی تا اینجا را ما تمام معاملات خود مثلا از لجرنال ما این را انتقال دادیم و این لجرهای خود ما ترتیب کردیم. حالا کدام لجرها با کدام حساب میره؟ این میمانه به درس بعدی ما. بناهن دوستای عزیز، از شما تقاضای مهمی هستن که شما این درس به شکل درستش باید برداشت کنین تا ما بتانیم که درس بعدی خود به شکل درستش با پیش ببریم. تا درس بعدی که باز ما در خدمت شما حاضر میشم، خداوند یار و مددگارتان.